باز هم اومدیم تا با هم یه کتاب بخونیم. کتاب امروز ما اسمش هست اگه به یه گوزن کیک فنجونی بدی. نویسنده این داستان اسمش هست لارا جوف نومروف. خب بچه ها همینجا بمونید تا با هم داستان رو بخونیم. اگه به یه گوزن کیک فنجونی بدی، باهاش مربا میخواد. پس میری و مربای توت سیاه خونگی دستپخت مامانت رو براش میاری. وقتی که کیک فنجونش تمام شد، ازت یکی دیگه میخواد و یکی دیگه و یکی دیگه. وقتی همه کیک ها تمام شد، ازت میخواد که بازم کیک درست کنی. مجبور میشی بری به مغازه و مواد کیک بخری. اونم ازت میخواد که باهات به مغازه بره. وقتی که در رو باز میکنه بره بیرون، متوجه میشه که هوا خیلی سرده و ازت میخواد که بهش یه ژاکت بدی. وقتی که ژاکت رو تنش میکنه، متوجه میشه که یکی از دکمه ها شل شده. ازت نخواد سوزن میخواد. شروع به دخت و دوز میکنه. دکمه ها اون را یاد عروسک هایی میندازه که مادر بزرگش قبلا براش درست میکرد و ازت درخواست میکنه جوراب های قدیمی تو براش بیاری. از اون جوراب های قدیمی عروسک های جورابی درست میکنه. وقتی که کارش تموم شد، با عروسک هات برات نمایش خیمه شب بازی درست میکنه. برای این نمایش به مقوا و رنگ نقاشی نیاز داره. از تو درخواست میکنه که منظره پشت رو کمکش نقاشی کنی. وقتی که نقاشی منظره تمام شد، پشت مبل میره. ولی شاخهاش از پشت مبل هنوز پیدا هستن. پس ازت میخواد که اونها رو براش پنهان کنی. تو هم مجبوری که ملافه های روی تختت رو برای پوشیدن شاخهاش بیاری. وقتی که ملافه ها رو میبینه، یادش میاد که دوست داره برای هالووین یه شبح بشه. ملافه ها رو امتحان میکنه و میگه بو. انقدر خودش میترسه که میافته و همه رنگ ها رو پخش زمین میکنه. با استفاده از ملافه ها زمین رو پاک میکنه. بعد از تو درخواست میکنه که صابون و کف بیاری برای شستن ملافه ها. بعد از اون احتمالاً میخواد که ملافه ها رو پهن کنه روی بند تا خشک بشن. پس میره بیرون تا ملافه ها رو روی بند پهن کنه. وقتی که به حیاط میرسه، توی باغچه بوته های توت سیاه مادرت رو میبینه. دیدن توت ها اون رو یاد مربای توت سیاه میندازه. احتمالاً بازم ازت مربا میخواد و به احتمال خیلی زیاد اگه بهش مربا بدی، بازم برای مرباش یه کیک فنجونی میخواد. خب پدرها و مادرهای عزیز، بچه ها از خوندن داستان گوزن و کیک فنجونی چند تا چیز میتونن یاد بگیرن. به عنوان مثال، توی این داستان بچه ها یاد میگیرن که هر علتی یک معلول داره، هر عملی یک واکنش یا عاقبت یا اثری داره. برای اینکه بچه ها ذهنیت یا درک بهتری از این داستان پیدا کنن، میتونید بعد از خوندن این داستان یا گوش کردن به این داستان یکی دو تا گیم با هم بازی کنید. به عنوان مثال میتونید از هر تیکه از داستان یک نقاشی بکشید یا یه عکس بگیرید یا تیکه های از داستان رو پرینت کنید و مثل حالت کارت کنار هم قرار بدید. میتونید این کارت ها رو مخلوط کنید و ترتیبشون رو از ترتیبی که هست به هم بریزید و از بچه ها بخواید که ترتیب داستان رو از مموریشون پیدا کنن. به عنوان مثال، عاقبت یا واکنش دیدن توت سیاه چیه؟ توت سیاه گوزن رو یاد مربای توت میندازه. وقتی که یاد مربای توت میفته،
مربای توت واکنشش چیه یاد کیک فنجونی میافته و میتونید از بچه‌ها درخواست کنید که عاقبت یا واکنش هر عملی توی داستان رو پیدا کنن. یه کار دیگه هم که میتونید با بچه‌ها بکنید که این داستان رو خیلی خوب یاد بگیرن یا علاقه‌شون بیشتر بشه اینه که با هم کیک فنجونی درست کنید. میتونید یه رسیپی یا طرز تهیه خیلی ساده پیدا کنید و با بچه‌ها کیک فنجونی درست کنید. این بازی به بچه‌ها یاد میده که مواد رو بتونن اندازه‌گیری کنن، مخلوط کنن و صبر و تحمل داشته باشن تا کیک فنجونی آماده بشه. حتی پختن خود کیک فنجونی هم میتونه به بچه‌ها علت و معلول رو یا همون کازو افکت رو یاد بده که من وقتی آرد رو با تخم مرغ قاطی میکنم و هم میزنم از حالت جامد به یه شکل فرم دیگه در میاد، یا وقتی که کیک رو توی آون میذارم چه شکلی میشه. تمام این مراحل و مراتب به بچه‌ها کازو افکت رو یاد میده. امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه. تا داستان بعدی، خدا نگهدار.